نخست سرخط خبرها. تاکید فعالان حقوق زن بر استقلالیت زنان در انتخابات. تجربه که از انتخابات قبل داشتیم، سایت های انتخاباتی کم بود، مواد کم رسید میشد، به سایت ها کم آمد. و شورای ولایتی هرات نسبت به واردات و فرآورده های مرغ از ایران واکنش نشان داد. از کار شاقه کودکان در فرا تا جذب آنها در صفوف نیروهای امنیتی. اطفال یا تفتار به عنوان آینده سازای کشور ما همیشه خطاب کرده و قلمداد کرده. افشای دلیل اصلی توقف مذاکرات صلح. ترامپ میگوید عدم پذیرش آتش بس از سوی طالبان منجر به توقف مذاکرات شد. و اینکه آمریکا بانک مرکزی ایران را نیز شامل تحریم ها کرد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش اومدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات امروز در گفتگویی از اداره محلی خواست برای واردات مرغ و تخم مرغ از ایران و دیگر کشورها تعرفه های سنگین وضع کند. به گفته ی آقای کروخی اگر حکومت نتواند پیرامون این چالش راه حلی بیابد، بسیاری از فارمداران ورشکست شده و ضربه سنگینی به اقتصاد کشور به ویژه ولایت هرات وارد خواهد شد. در عین حال مقام های محلی تاکید کردند که از واردات بیرویه مرغ و تخم مرغ به داخل کشور جلوگیری خواهند کرد. فعالان حقوق زن و اداره امور زنان در هرات به منظور ترغیب زنان در مشارکت به انتخابات ریاست جمهوری برنامه آگاهی دهی را راه اندازی کردند. آنان همچنان میگویند که زنان باید به گونه مستقل از رأی خود در انتخابات استفاده نمایند. شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تنها 6 روز دیگر به زمان برگزاری انتخابات مانده است. ظاهراً با این اوصاف آمادگی به منظور برگزاری انتخابات شفاف در نظر گرفته شده است. فعالان حقوق زن و مسئولان اداره امور زنان هرات میگویند که به منظور تشویق و ترغیب زنان در امر اشتراک در انتخابات برنامه‌های آگاهی‌دهی را راه اندازی کردند. آنان ضمن تأکید بر استقلالیت زنان در مشارکت در پروسه انتخابات میگویند که زنان باید مستقلانه از رأی خود به نفع نامزد مورد نظرشان استفاده کنند، نه به دستور فرد دیگری. کارهای متعدد شده، هم از طرف ریاست امور زنان و هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، پروگرام های متعدد آگاهی دهی در قسمت حضور خانم ها در پروسه انتخابات، چگونگی استفاده از رای و استقلالیت رای از اونا، برنامه های آگاهی دهی در این زمینه ظاهر شده تا هیک سطح آگاهی خانم ها و همچنان آقایان در این قسمت بلند بره. زنان باید به یک رای خود ارزش قائل باشن و از او نوعی درست استفاده کنند و اجازه ندن که فرد دیگری، حتی مرد خانواده، بخوای از حق رای از اونا سوء استفاده بکنه و باعث بشه که اونا نتونن خود اینا از حق رای خود به نفع یک کاندیدی که واقعا فکر میکنن سرنوشت افغانستان تعقیل میده و به طرف رفاه اجتماعی میبره و به نفع از او استفاده کنن. بنابراین نقش زنان در انتخابات موثره. در این حال این فعالان حقوق زن میگن که تجربه های تلخ انتخابات گذشته سبب شده تا زنان نسبت به انتخابات پیش رو بی‌اعتماد باشن. آنان همچنان میگن که در جامعه مرد سالار زنان به طوری که شاید و باید از حقوق خود برخوردار نیستن. تجربه که از انتخابات قبل داشتیم، سایت های انتخاباتی کم بود، مواد کم رسید میشد، به سایت ها کم آمد و خیلی طولانی شده بود روند انتخابات و خیلی واقعا طاقت فرسا بود به بخشی که ما مخصوصا اونجی استاد شده بودیم. نه صفه وجود داشت، نه کنترل وجود داشت، نه رعایت قوانین مقررات. هر کس از هر رای میرسید میامد رای میداد و بقیه همچنان 200 و 300 به صف استاد بودن. به یک کم انسان بی انگیزه میکنه و شاید به این مرحله از برداشتی که از انتخابات قبلی داشتیم خیلی امیدوانی و به شفافیت از این دور با این بی‌اعتمادی پیش بریم، عده زیادی از این موضوع ناراحت هستند و نمیخواین به پای صندوق های رای برن. و در کنار از او، چون زنان
از لحاظ ای که امروز که از لحاظ عاطفی گفتم برای اولاد خود و برای آینده اولاد خود ارزش قائل میشن، میخواین که در یک فضای صلح‌آمیز زندگی کنن، باز هم قربانی میدن و پای صندوقای رای میرن، به شرط ای که امیدی باشه، به شرط این که صلح واقعی به افغانستان بیایه. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات نیز میگویند که به منظور جلب اعتماد زنان نسبت به انتخابات در تمام ولسوالی ها و مراکز رای دهی برنامه های آگاهی دهی را راه اندازی کردند. به صورت عام مبلغین طبقه اوناس داریم و در سر تا سر ولایت هرات جایی که زمینه فعالیت از لحاظ امنیتی مساعد باشند، اونجا مبلغین ما رود در رود تبلیغ میکنن، برای خانمای پیام میرسانن که او چطور از حق خود دفاع کنن و چطور هم حق رای خود از او استفاده کنن. و گذشته از این دو نفر دیگر هم به صفت مبلغین جندر سپیشل استخدام شده، از مدت دو ماه به این طرف فعالیت از او هم در سطح ولسوالی ها و جایی که اما هدف ما هستن اونجا فرستاده میشن و تبلیغ خود میکنن. این گفته ها در حالی مطرح می شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن یعنی ششم میزان برگزار شود. به هر حال فعالان حقوق زن همچنان امید بر این دارند تا گواه برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه باشند. مسئولان ادارات محلی و فعالان حقوق بشر به منظور جلوگیری از جذب کودکان در صفوف قوای مسلح میزگردی را تشکیل دادند. آنان میگویند که نباید کودکان زیر سن 18 سال به صفوف پلیس جذب شوند. از کارهای شاقه کودکان گرفته تا جذب آنان در صفوف نیروهای مسلح دولتی و یا حتی گروه‌های مخالف مسلح دولت، چالش‌هایی‌اند که کودکان در فرا و دیگر ولایت‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با این وضع امروز مسئولان ادارات محلی، اعضای شورای ولایتی و برخی فعالان حقوق بشر اینجا در فرا میزگردی را تشکیل داده و می‌گویند که نباید از کودکان در صفوف قوای مسلح دولتی و غیر دولتی استفاده شود. کبرا عظیمی، رئیس اداره امور زنان فرا، وضعیت کودکان و استفاده از این قشر را در صفوف قوای مسلح غیر قابل قبول خوانده و آن را خلاف قوانین ملی و بین المللی می داند. اطفال یا طفلار به عنوان آینده سازای کشور ما همیشه خطاب کرده و قلمداد کردیم. چون آینده از این جامعه، آینده از کشور بستگی داره به اطفال ما شما. و تمام تعهدات ملی و بین المللی که در سطح مملکت شده یا در سطح جامعه جهانی شده ما باید اونا رعایت بکنیم. در این حال اعضای شورای ولایتی فرا نیز استفاده ابزاری از کودکان در منازعات مسلحانه را خلاف موازین ملی و بین المللی دانسته و سوی دیگر استفاده از آنان را در کارهای شاقه ظالمانه می خوانند. تشویق و ترغیب شود تا اینکه رشد کنند، نبوغ کنند، سپس به یک آمادگی را که زیر سن 7 باشه 7 سال باشه که قانون ما شما میگن که 6 الا 7 سال طفل باید به مکتب شامل شود، او باید آمادگی میرن که کودکستان ها میگن در اونجا تربیه شود و سپس به مکتب که میره و والدین تعلیم و تربیه جز لاینحک اطفال است. با این همه محمد هاشم وفادار عامر حقوق بشر فرمانده پلیس فرا اطمینان میدهد که از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی فرا استفاده نمی شود. در این حال آقای وفادار میگوید که برای استخدام نیروهای امنیتی کمیته مشخصی وجود دارد و این کمیته نیز از استخدام کودکان جلوگیری میکند. ما میبینیم تو کسایی که هستن، ما میگیم که وقتی که بر ما مراجعه میکنه با جلب جذب ما مراجعه میکنه که با اطفال به نظر برسه یا خورسن به نظر برسه، اول خواستناد دیده میشه که چند سال است، بعد از او اتا شخصا خودم به حساب امو کواریزو با مظاهرین که میبینیم که اگه او خورسن به نظر ما برسه، ما مجددن او را به ثبت اول نفوس رسمن توسط اسلام معرفی میکنیم که از سیاد بودن این تذکره و سنوزو با ما معلومات بده که تایید کنه، بعد از او ما سوک میکنیم. به هیچ عنوان ما سوک نمیکنیم کسایی که زیر 18 سال باشه. با آنکه از عدم جذب کودکان در صفوف قوای مسلح مخالف و موافق دولت اطمینان داده می شود، اما پیش از این بازرس ویژه آمریکا یا سیگار
بیش از 70 مورد استفاده از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی را در جریان سالهای گذشته گزارش داده بود، طوری که گفته شده در این اواخر مخالفان مسلح دولت نیز از افراد زیر 18 سال در این ولایت استفاده می کنند. در پی حملات هوایی نیروهای خارجی به مواضع پیکارجویان طالب در ولسوالی بالامرقا به بادغیس، 14 پیکارجوی طالب به شمول دو فرمانده این گروه کشته شدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس میگوید این حملات هوایی شب گذشته در ساحه خارجی ولسوالی بالامرقا انجام شده است. آقای ملکزی گفت که عبدالعزیز و محمد گل دو فرمانده کلیدی پیکارجویان طالب در ولسوالی بالامرقا نیز شامل کشته شدگان این حمله اند. اعضای شورای ولایتی بادغیس میگویند پیکارجویان طالب برای ایجاد اختلال در روند برگزاری انتخابات در بادغیس مسیر رفت آمد مردم در ولسوالی‌ها به مراکز ثبت رأی را ماین گذاری کردند. خان جان ظفر عضو شورای ولایتی بادغیس با اشاره به این خبر افزوده است مسیرهای ولسوالی‌های جوند، قادس و چند ولسوالی دیگر ماین گذاری شدند. با این وجود گفته می شود که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات در آمادگی کامل قرار دارند. اعضای شورای ولایتی غور بر این عقیده هستند که مردم این ولایت به دلیل وجود تهدیدات امنیتی زیاد نمی توانند به صورت چشمگیری در انتخابات حضور یابند. در این حال عبدالحمید ناطقی یکی از اعضای شورای ولایتی این ولایت میگوید امکان مسدود ماندن حداقل نیمی از مراکز رای دهی در روند انتخابات وجود دارد. گفتنی است ولایت غور در روزهای انتخابات 200 مرکز رای دهی خواهد داشت که از این میان تنها 109 مرکز به روی رای دهندگان باز خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دلیل توقف مذاکرات صلح با پیکارجویان طالب را توضیح داده است. آقای ترامپ در واشنگتن به خبرنگاران گفته است که دیدار و مذاکره با پیکارجویان طالب را پس از آن که برایش گفته شد این گروه به برقراری آتش بس حاضر نیست لغو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که به دلیل حاضر نشدن پیکارجویان طالب برای اعلام آتش بس مذاکرات با این گروه را متوقف کرده است. دونالد ترامپ در جریان دیدارش با نخست وزیر استرالیا در قصر سفید به خبرنگاران گفت پیکارجویان طالب اکنون متوجه شدند که در معامله با او اشتباه کردند. به گفته آقای ترامپ پیکارجویان طالب در این اواخر به گونه‌ای کوبیده شدند که در 19 سال گذشته سابقه نداشته است. آقای ترامپ پیش از این نیز گفته بود که پیکارجویان طالب اشتباه بزرگی را مرتکب شدند، اما نمی‌دانند که این اشتباه را چگونه جبران کنند. هرچند رئیس جمهور آمریکا زمانی که لغو مذاکرات با پیکارجویان طالب را اعلام کرد گفته بود که مذاکرات با این گروه را به دلیل حمله اخیر آنان در شیشتلک کابل که در آن 12 نفر به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند لغو کرده است. او اما به تازگی گفته است که از منابع موثق برایش گفته شده بود که پیکارجویان طالب حاضر به اعلام آتش بس نیستند، به همین دلیل برنامه دیدار را لغو کرده است. بر اساس آنچه آقای ترامپ چندی پیش اعلام کرد قرار بود که او با رئیس جمهور غنی و رهبران ارشد پیکارجویان طالب در کمپ دیوید در آمریکا به صورت جداگانه و محرمانه ملاقات کند، اما این ملاقات انجام نشد. ترامپ پس از توقف مذاکرات آمریکا از تشدید حملات علیه پیکارجویان طالب خبر داد و مذاکرات با این گروه را منتفی اعلام کرد. این در حالی است که حکومت افغانستان نیز تمام تلاش‌ها برای صلح را به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متوقف کرده است. اما شماری از چهره‌های سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل خواهان از سرگیری مذاکرات صلح میان آمریکا و پیکارجویان طالب شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که روند آزمایشی انتخابات در مقر این کمیسیون و با حضور نمایندگان نهادهای ناظر و احزاب سیاسی انجام شد و نتیجه آن موفقیت آمیز بوده است. میرزا محمد حق پرست یکی از سخنگویان این کمیسیون در این خصوص تشریح داده است که این انتخابات آزمایشی روز چهارشنبه به مدت یک ساعت برگزار شده و از انجام صحیح تمام مراحل اطمینان حاصل شده است. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت طراح حمله انتحاری مرگبار روز پنجشنبه در شهر غلات زابل خبر داده و افزود این فرد در ولایت غزنی بازداشت شده است. روح الله احمد زی سخنگوی وزارت دفاع در این خصوص گفته است این فرد در جریان عملیات مبین به همراه 8 پیکارجوی طالب دیگر که دو تحصیل کننده حملات انتحاری این گروه نیز در بین آنها وجود دارد بازداشت شده است. در انفجار روز پنجشنبه در زابل 120 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بر اساس یک نظرسنجی مشترک توسط روزنامه آمریکایی هل و در شرکت پژوهشی هریس ایکس انجام شده، اکثریت شهروندان آمریکایی معتقدند که مذاکرات این کشور با پیکارجویان طالب تأثیری بر امنیت آنها ندارد. 50% افرادی که در آن نظرسنجی شرکت کردند مذاکرات با این گروه را بی نتیجه می دانند. افزون بر این 48% شرکت کنندگان جمهوری خواه و 36% از دموکرات ها نسبت به بی تأثیری این مذاکرات خبر دادند، در حالی که این عدد در میان شرکت کنندگان مستقل 57% بوده است. ردپای داعش در جنوب افغانستان هم دیده شد. اعضای شورای ولایتی هلمند نسبت به آغاز فعالیت گروه داعش در این ولایت هشدار داده و میگویند در حال حاضر این گروه مصروف جلب و جذب جنگجو در ولسوالی‌های شمالی این ولایت است. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند تاکید کرده است که اگر از این کار جلوگیری نشود زمینه گسترش فعالیت این گروه در کشور افزایش خواهد یافت. روز گذشته صدها نفر از جوانان کابل که توسط پلیس این شهر محافظت می‌شدند به نشانه همبستگی با جوانان سایر کشورها دست به اعتراض علیه تغییرات آب و هوایی زدند. فردین بارگزی از سازمان دهندگان این برنامه می‌گوید جوانان افغان با این کار نگرانی خود نسبت به آینده کره زمین را بروز داده و نقش خود در مبارزه با گرم شدن آن را با انجام اعتراض در مرکز کابل ایفا کردند. این اعتراض در سرتاسر جهان تحت عنوان اعتراض به گرمایش زمین برگزار شده است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی از راه اندازی عملیات مشترک جهت بازپسگیری دو ولسوالی جغتو و ریشیدان به ولایت غزنی خبر داده و افزود این عملیات از روز پنجشنبه آغاز شده است. آقای نوری در ادامه اظهارات امروز خود تاکید کرد این عملیات به منظور پاکسازی این دو ولسوالی از وجود پیکارجویان طالب و انتقال اداره فرماندهی پلیس به مرکز آنها انجام می‌گردد. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده از شهروندان افغانستان از سال جاری مالی در این کشور تا کنون مبلغ 305,305,000 افغانی به صورت نقدی و غیر نقدی به این وزارت کمک کردند. در اعلامیه وزارت معارف که امروز منتشر شد از این افراد با عنوان هموطنان معارف دوست یاد شده و آمده است که این کمک ها از طریق ریاست تحریکات اجتماعی و شوراهای معارف در 15 ولایت جمع‌آوری شده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با انتشار پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی صلح اعلام کرد صلح در افغانستان زمانی دست یافتنی است که آتش بس صورت گرفته و خونریزی متوقف شود. آقای غنی همچنین تاکید کرد اگرچه دشمنان و مخالفان ثبات نیت شومی دارند، اما افغانستان به صلح نزدیک است و اگر پیکارجویان طالب بخواهند حکومت ثانیه‌ای به جنگ ادامه نخواهد داد. وی همچنین مشارکت سیاسی و حمایت از انتخابات از سوی پیکارجویان طالب را راه حل پایان منازعات عنوان کرده است. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با خبرهای خارجی با شما خواهیم بود.
ادامه خبرها خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده است. وی در گفتگویی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت، از تحریم‌ها علیه ایران با عنوان سنگین‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه یک کشور وضع شده است، نام برد. تداوم اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سوی آمریکا. رئیس جمهور آمریکا این بار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را نشانه گرفت. دونالد ترامپ دیروز در گفتگویی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت، از تحریم‌ها علیه ایران به عنوان سنگین‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه یک کشور وضع شده است، نام برد. استیو منوچن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در حضور آقای ترامپ بانک مرکزی ایران را آخرین منبع مالی این کشور عنوان کرد. آقای منوچین گفت بانک ملی ایران میلیون ها دلار را در اختیار گروه های مختلف از جمله گروه حزب الله که گروهی تروریستی و وابسته به ایران است قرار داده است. در اولین واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده گفت که تحریم‌های مجدد بانک مرکزی ایران نشان دهنده استیصال آمریکا است و بانک مرکزی پیشتر تحریم شده بود و حالا با عنوانی دیگر دوباره تحریم شده است. تحریم‌های تازه علیه ایران دو روز پس از دستور دونالد ترامپ برای اقدامات تحریمی بیشتر علیه ایران اعلام شدند. آقای ترامپ گفته است که ترجیح می‌دهد به جای توسل به اقدام نظامی از طریق تحریم‌ها روی ایران اثر بگذارد. او دستور تحریم بیشتر را چند روز پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان اعلام کرد. مقام‌های آمریکایی تأکید دارند که ایران را مسئول این حمله می‌دانند، مسئله‌ای که ایران آن را به طور کلی رد می‌کند. بامداد شنبه هفته گذشته در دو حمله جداگانه، پالایشگاه‌های بقیق و پس از آن میدان نفتی خریز هدف حمله قرار گرفتند. حوثی‌های یمن گفتند با 10 پهباد حملات سنگینی را علیه تأسیسات نفتی اصلی عربستان انجام دادند. آمریکا و عربستان می‌گویند هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه حملات از خاک یمن انجام شده باشد وجود ندارد. هزاران نفر از اهالی قرغیزستان و کشورهای همسایه در اطراف دریاچه ایسیک‌کول واقع در شمال کوههای تیانشان جمع شدند تا به تماشای مسابقات سنتی بنشینند. حاضران با تماشای رقابت دو تیم از سوارکاران برای رساندن لاشه بز به مقصد گویی که شاهد شیوه زندگی نیاکان خود بودند. در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی، شیوه های سنتی زندگی و رقابت های از این دست در قرغیزستان به فراموشی سپرده شده بود، اما در سالهای اخیر قرغیزی ها با برگزاری مسابقاتی از این دست سنت های دیرین خود را احیا می کنند. محققان با استفاده از فناوری دستگاهی ساختند که به افرادی که قبلا سکته کرده اند و نمی توانند راه بروند کمک می کند راه رفتن خود را بهبود بخشند. قرار است این دستگاه تا پایان سال جاری به بازار عرضه شود. گروهی از محققان دانشگاه در فلوریدای آمریکا دستگاهی به نام استراید ساختند که به توان بخشی افرادی که قبلا سکته کرده اند کمک می کند. سکته در بعضی افراد به فلج شدن یک سمت بدن فرد منجر می شود و در نتیجه راه رفتن آنها طبیعی نخواهد بود. در این حالت احتمال برهم خوردن تعادل فرد و زمین خوردن او نیز بالا می رود. اما اکنون اختراع جدید به حل این مشکل کمک خواهد کرد. این دستگاه به بند کفش مخصوص بیمار در زیر پای سالم قرار گرفته و وصل می شود. هنگام استفاده از این دستگاه 4 چرخ استراید با هر گام به سمت عقب حرکت می کنند و این روند سبب می شود بیمار به طور خودکار با پای معلول خود گام برداشته و قادر به راه رفتن باشد. به گفته سازندگان این دستگاه پس از چندین جلسه تمرین ناهماهنگی بین گام های افراد بیمار از بین رفته و حتی می توانند بدون این دستگاه نیز درست قدم بزنند. در یک آزمایش 6 بیمار مبتلا به سکته در سنین 57 تا 74 سال 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه با این دستگاه تمرین کردند.
پس از این آزمایش که 4 هفته طول کشید، هر 6 نفر شاهد بهبود وضعیت راه رفتن و سرعت گام هایشان بودند. قرار است آزمایش نهایی این دستگاه به منظور پخش آن در بازار با حضور 21 شرکت کننده انجام شود که در خانه هایشان از این دستگاه استفاده می کنند. گفتنی است که این دستگاه تا پایان سال جاری به بازار عرضه خواهد شد، اما تا کنون در مورد قیمت آن معلوماتی داده نشده است. و در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط خبرها. تأکید فعالان حقوق زن بر استقلالیت زنان در انتخابات. تجربه که از انتخابات قبل داشتیم، سایت های انتخاباتی کم بود، مواد کم رسید میشد، به سایت ها کم آمد. و شورای ولایتی هرات نسبت به واردات و فرآورده‌های مرغ از ایران واکنش نشان داد. از کار شاقه کودکان در فرات تا جذب آنها در صفوف نیروهای امنیتی. اطفال بیاتفتار به عنوان آینده سازای کشور ما همیشه خطاب کرده و قلمداد کرده. افشایی دلیل اصلی توقف مذاکرات صلح. ترامپ میگوید عدم پذیرش آتش بس از سوی طالبان منجر به توقف مذاکرات شد. و اینکه آمریکا بانک مرکزی ایران را نیز شامل تحریم ها کرد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، شما می توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات برنامه‌های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات را همراهی نموده اید سپاسگزارم. ایام به کامتان، بدرود.